هورمز ای مزدا، اینک با دست‌های برافراشته به سوی تو نیایش می‌کنم. پیش از هر چیز خرسندی مینوی افزاینده را خواستارم و می‌خواهم همه کارهای خود را از روی راستی و پاکی انجام دهم و خرد خود را با منش نیک تو همساز سازم تا روان جهان را خوشنود و خرسند گردانم. یسنا حات 28 بند 1. به نام ایران زمین و با درود پیشگاه هممیهنان ارجمند، مهداد قنبری هستم از جنبش نوزایی یا رنسانس ایرانی و همراه بانو دکتر الیکا بقایی از هموندان و رایزنان و کوشندگان جنبش نوزایی و رنسانس ایرانی در قسمت دیگری از برنامه هفتگی زرتشت پیشگاه شما گرامیان هستیم. همان گونه که از پیشتر با بانو بقایی در برنامه ها آشنایی دارید، ایشان تحصیلات خودشان را در کارشناسی ارشد رشته فرهنگ و زبانهای باستانی و دکترای خودشان را در رشته مردم شناسی به پایان رسانیدند. در این بخش از برنامه تصمیم داریم درباره اشورزرتشت اسپندمان بزرگ و جایگاهی بر فلسفه یا دین یا جهانبینی مزد یسنی گفتاری داشته باشیم و پیشگاه شما جستارهایی را روان بفرمایید. خب سپنتا بانو الیکا، شما هم درودی با میهن پرستان و دوستان و ارجمندان ما داشته باشید تا به جستارمان بپردازیم. گویانه پیشگاه شما. من هم درود میگم به شما مهداد گرامی و خیلی خوشحالم که بار دیگه میتونم در خدمت شما باشم، برنامه دیگری رو با هم داشته باشیم. همچنین درود میگم به همه بینندگان عزیز و خردمند برنامه همون، خداوندان جان و خرد، که امیدواریم که از برنامه ما بتونن استفاده خدمتون رو ببرن. سپاسگزارم. آری، در پس هر کاری که بخواهیم به آن بپردازیم، خواهش یا درخواست و یا هدف ویژه‌ای وجود دارد. هرگز نشده که برای هیچ دست به کاری بزنیم. بیگمان نیز اشورزرتشت بزرگ در پیام‌هایشان خواستی را دنبال می‌کردند که در بند یک نخستین سروده ایشان که سخنان خودم را با آن آغاز کردم برای ما هویدا ساختند. خرسندی مینوی افزاینده را و انجام تمام کارها که بر پایه آرتا یا اشا یا همان هنجار و سامان هستی از سر درستی و پاکی باشد، تا با بهره‌گیری از خرد اهورایی و همسازی خرد خود با منش اهورایی روان گیتایی را به خوشنودی و خرسندی رهنمون سازند. اشورزرتشت اسپندمان این گونه آغازیدند و ما نیز با ایشان هم‌آوا می‌گردیم تا در خرسند ساختن روان جهان همباز و شریک شدیم. همان گونه که خواست و آرمان اشورزرتشت را از گاتها که سروده های هستی بخش ایشان هستند دریافته ایم، می توانیم از گاتها چگونگی نگاه و پایه های اندیشه‌ای زرتشت بزرگ و چگونگی رسیدن به این نگرش را هم به درستی ببینیم که همگی اینها پایه هایی شدند برای فلسفه ای که اشورزرتشت بزرگ جهانبینی یکتاگرایانه خودشان را برای نخستین بار در زندگانی انسان برای او به ارمغان آوردند. در سروده های گاتا زرتشت همه از اهورامزدا که یگان آفریننده است میگوید، از ویژگی های اهورامزدا میگوید، از فلسفه نیکی و بدی، از دو گوهر همزاد ولی متضاد که در پیشروندگی جهان هستی
لازم و ملزوم یکدیگرند پرده بر می دارد. از جهان مینوی و گیتایی، از درستکاری و نیکخواهی همگانی و آبادانی، از پارسایی و نیکویی، از رسایی و کمال تا چیرگی برخود و جاودانگی، از خرد و خردورزی و منش نیک می گوید و از گفتار نیک و کردار نیک و بسیاری دیگر. اما هیچگاه از تاریخ چیزی نگفتند و پیشگویی را هم از ایشان نمی بینیم. از دنیای خیالی و دنیای دیگری که کسی از آن نیامده و خبری هم نیاورده سخنی نگفتند. در گاتا می بینیم 99 سروده پرسشی سرودند. ولی آیا زرتشت بزرگ از چه کسی می پرسند؟ و یا از چه کسی پاسخ می خواهند؟ روشی که اشو زرتشت بزرگ بنیان نهادند، روش فرو رفتن در اندیشه ها بود تا نقطه ای که دیگر جایی برای اندیشیدن نماند و نباشد، که در همان پایانی ترین جایگاه اندیشه ای است که با خرد برتر هستی بخش یا اهورامزدا بی محابا و از سر راستی پیوند می گیرد و خود را به پاسخ می رساند و پرسش و پاسخ را در هم می تند و یا جداگانه به سروده های هستی بخش دگرگون می کند و می نگارد. به همین دلیل است که سخنان زرتشت را سخنان اندیشه برانگیز یا مانتره می نامند. از گاتها چنین پیداست که زرتشت در هنگام سرودن گاتها مردی بسیار دانشمند و دانا و بینا سخندان و سخن سرا و سخن سنج بوده است و کسی بوده که به آرزوی خودش رسیده و پاسخ تمام پرسش هایی را که داشته بدان رسیده است. زرتشت با اندیشیدن و نگریستن در خود و پیرامون خود و ژرف نگری و ژرف اندیشی در جهان هستی به راز و واقعیت و حقیقت زندگانی پی برده بوده است. او از استادان بوده. او در برابر هر چیزی که در جهان در راه پیشرفت قرار گرفته بود ایستاده است و در آرمان و آماجش می‌بینیم که گفته است تا تاب و توان دارم مردم را به سوی راستی و درستی و برپایی یک زندگی شاد و خرسند رهنمون خواهم شد. در تشت بزرگ در سراسر گاتها از خود هیچ گونه ادعایی نکرده است. نه خود را خدا خوانده، نه پسر خدا. نگفته است انالحق و نگفته است رسولم و پیامبرم و فرستاده آسمانی هستم و یا سروده هایم گفته های اهورامزداست که برای شما جهانیان به ارمغان آوردم. در تشت بزرگ با سخنان مانترش خود بزرگترین و هستی بخشترین و پیش رونده ترین و کارآمدترین پیام جهان هستی است. یادگاری که اکنون از زرتشت بزرگ برای ما به ارمغان مانده که اندیشه های او و جهانبینی است که ما خود را برای رسیدن به آن همباز و شریک می شویم، در اینا ونگ اوهی نام برده شده که در زبان گاتایی به چم یا معنی دید درونی و یا وجدان بیدار و آگاه می باشد. اما امروز به مرور زمان و با گذشت رویدادها و رخدادهای تاریخی به لازمه موقعیت زمانی و مکانی و اجتماعی در درازای زمانی نزدیک به 4000 سال به پیکره کنونی خودش در آمده و دارای باورها و آیین‌هایی شده که پیش از زمان زرتشت گرفته تا 1400 سال پیش و از یورش و نابودی ایران هخامنشی به دست اسکندر گجستک گرفته تا یورش تازیان و تسخیر سرزمین‌های ایران ساسانی و برقراری ایدولوژی 100% که مخالف جهانبینی ایرانی زرتشتی بوده با نام دین اسلام که تمام ارزش‌های ایرانی را خلاف ارزش‌های دین اسلامی می‌دانستند، که با چه صورتی به عنوان خوراک فکری و اندیشه‌ای
بر ایرانیان زرتشتی شکست خورده میخورانیدن. بماند. بگذاریم و بگذاریم و وارد این بره از تاریخ دردناک و سوزناکی که هنوز آثار زخمای آن بر تن و جان و روان هر ایرانی و ایران دوستی جای دارد و بر تمام ایرانیان نژاد پوشیده نیست و بر آن نامردمی ها و ناجوان مردی ها و رفتارهای غیر انسانی آگاهند که گاه گاهی این زخم‌ها دهان باز می کنند. باز هم بگذاریم، بر نمی گردم و آن را تازه نمی کنم. به هر روی بر اثر تمامی این رخدادها و رویدادها که در گذر زمان بوده، اکنون آن جهانبینی خردگرای یکتاگرای برای خود رنگ و روهای دیگری یافته. در کل می خواهم پیشگاه شما گرانقدران بگویم که نفهمیدن چم واقعی برخی از نامها و واژه‌ها که در گاتا آمده که با پندارهای پیشین آریایی و سامی آمیخته شده و همچنین در متون پهلوی و اوستا بعد و برداشت دیگری به وجود آمده، مانند خانه سرور یا خانه بدیها که به بهشتهایی و دوزخهایی با اندیشه‌های سامی پدید آمده و در میان این جهان و اون جهان پلی ساخته شده که راستکاران و درست کرداران به آسودگی از روی اون می‌گذرند و به بهشت راه می‌یابند که در ساخت این پل ویژه از راهروهای گوناگونی بهره برده و در برابر میزان نیکی یا بدی که برخی از ایزدان پیش از رسیدن به پل با برپایی یک دادگاه در اونجا نیکی و بدیها را در اون ترازوها سبک و سنگین می کنند تا ببینند که نیکی و بدیهای کسان را در کدام بیشتر است و کدام بیشتر می چربد تا به راهرو و اون پلهای ویژه راهنمایی و یا برده شوند می انجامد، که اگر آن کس نیکوکار بزرگواری باشد به راهرویی که بسیار پهن بر پل ساخته شده رهنمون می شود تا او به آسودگی تمام از آن پل بگذرد و هر چقدر از میزان نیکویی کمتر بشود به همان شوند پهنای آن گذرگاه نیز باریکتر و باریکتر می شود تا به جایی برسد که اگر گناهکار زبردستی باشد این گذرگاه ویژه برای او همانند لبه بسیار باریک و تیز یک تیغ شمشیر می نماید که آن نگونبخت را به دو نیم بخش می کند. البته بهشتیان و بهشت را هم با هر گونه آسایشی که می توان پنداشت آراسته و پیراستند و در آنجا اهورامزدا و دیگران به تازه واردها خوش آمدگویی می کنند و از آنان با نوشیدنی ها و خوراکی های مینوی پذیرایی و میهمانی میکنند و البته وارون آن دروغکاران و فریبکاران و نادرستان از روی آن پل سرنگون میشوند و در جرفای طبقات متفاوت دوزخ گرفتار خواهند شد که در آنجا هم انگره مینو با ناسزاگویی و خوراکهای بدمزه و خراب شده با بوهایی مشمئز کننده به خدمت این کسان خواهد رسید و بهتر است که این داستانهای خیالی و افسانه ها را رها بکنیم و صورت این اتفاقات را فراموش بکنیم و اگر کسی تمایل دارد که آنها را جستجو بکند بهتر است که دنبال آن سفرنامه های معراج باشد و از نوشته کسانی که اینها را با چشم خود دیدند و نوشتند دنبال کند. اکنون سخن ما و دیدگاه ما از بزرگمردی دانشمند و فیلسوف و خردمند و خردگرا و یکتاگرایی چون اشوزرتشت اسفندان است که هرچه را از راه منش نیک و از راه دانش و خرد با ژرف اندیشی در درون خود و پیرامون خود دریافت و در مورد آن سخن گفت و نوشت و رفتار کرد و هرگز و هرگز و هرگز روی به پندار و خیال بافی و انگار بافی نیاورد و حتی از نزدیکان خود نیز نپذیرفت.
از این است که پیروان زرتشت پس از زمانی که از زندگانی زرتشت گذشته بود واژه زرتشتی را بر دعنا ونگ اوهی افزودند تا نام بنیانگذار این جهانبینی نمایان بماند و پس از زمانهای دیگر واژه اهورایی را هم به این جمله افزودند تا سرچشمه و آبشخور جهانبینی را هم نشان داده باشند و سپستر هم نام مزدیسنی را افزودند تا فرازی بنمایند که این جهانبینی یکتاگرایانه است و تنها اهورامزدا را به عنوان داناترین و خردمندترین هستی بخش میشناسید که از دیوان و خدایان پنداری و دروغین پاک و جدا می باشد که امروزه دعنا ونگ اوهی را دین بهی و زرتشتیان و مزدیسنیان را بهدی می نامیم. خب بسیار خب بانو الیکای ورجاونج، به مهر دوست داریم دیدگاه شما را هم درباره این جستارها و گفتارها جویا باشیم. گویانه پیشگاه شما و با گوش جان از سخنان شما نیز بهره خواهیم برد. مهرداد گرامی، شما بزرگوارین و دقیقاً صحبت شما کاملا درست بود. خیلی لذت بردم، به خاطر اینکه در واقع وقتی که ما میخواییم به بحث زرتشت به عنوان یک پیامبر، به عنوان یک فیلسوف یا یک سیاستمدار حتی نگاه بکنیم، بیشتر لازم هستش که در مورد مفهوم دین آگاه باشیم. وقتی که ما به تاریخ این واژه نگاه میکنیم، همچنان که شما خیلی کامل و درست اشاره کردید، ما وارد مفهومی میشیم که با دین به معنایی که امروز جا افتاده هستش و بسیاری چه زرتشتیان چه مسیحیان تازه رو آورده به این ادیان باور دارند خیلی متفاوت هستش. یکی از مشکلاتی که در واقع به نظر من باورمندان جدید، یعنی کسانی که با خرد خودشون در واقع دین جدید رو انتخاب کردن، دارن این هستش که رجوع به متن دین نمی کنن. یعنی اون رو چنانچه در طول سالها، چنانچه گفتید بعد از ورود مسلمانان غالب به سرزمین ایران و در واقع فتح باوری فرهنگی و دینی اونها پیش از سرزمینشون، اونها باورهای خودشون تلقین کردن و تمایل داشتن که این باورها رو بقبولانند. شاید در طول تاریخ نیاز ما بود تا کمی سازگار بشیم، یعنی برخی چیزها رو چنانچه در برنامه پیشتر داشتیم، برای نمونه در مورد سنویت یا یکتاپرستی صحبت کردیم، یا چنانچه امروز جا افتاده در مورد مفهوم دین، چنانچه با یک سری آیین‌ها، رسوم، نیاز به یک پیامبر هستش دین رو تعریف بکنیم. در یک دوره نیاز بود تا اون باورهای کهن رو حفظ بکنیم در این بلوایی که به پا شده بود، ولی امروز زمان اون رسیده که ما یکم به اصل متن‌ها رجوع بکنیم و یکم با نگاه بازتر این مفاهیم اصلی و بنیادی رو نگاه کنیم. وقتی که ما، برای نمونه من میخوام بخشی از گفته های هرودوت رو در مورد دین ایرانی ها بخونم که نگاه بکنین چقدر جالب، حتی ما در مقایسه با یونانی ها پرستش و باورهامون خیلی فرق میکرده. این در کتاب هرودوت اومده که پارسیان نه معبد و نه محراب دارند و نه خدایی چون خدایان ما. آنان در جاهای بلند آسمان را در مجموع می ستایند. خب اونا گمان می کردن که ما رو به آسمان داریم چیزی رو می پرستیم که آسمان دیگه، برای اونها چه مفهومی بود. اجساد با تشریفات خاصی به پرندگان عرضه می شود، از نظر تعالیم و اخلاق اعتقادشان منطقی و مستدل است.
یک گناه و اشتباه به تنهایی به حساب نمی آید، بلکه تعادل اعمال نیک و بد هر کس مورد توجه قرار می گیرد. نگاه کنید که چقدر این مفاهیم پیش از اینکه با دین، چنانچه در ابتدا هم گفتم گفته شده که نه محراب دارند و نه معبد، نه نیاز به یک تشریفات خاص برای نمازگزاری، اونها می نشستن و کنده از جهان رو به آسمان خدای خودشون رو پرستش می کردن. خب در این صورت ما با افرادی و با این مفهومی سرکار داریم که خیلی با دینی که گفته میشه که در اون نیاز به یک پیامبر هستش متفاوته. حالا میخوام در مورد خود اون گفتاری که در واقع خود زرتشت در مورد خودش گفته رجوع بکنیم. وقتی که به بند دو هات سی که از معروفترین بندها در این نمونه هستش رجوع میکنیم، میبینیم که زرتشت خواسته تا هر کس به تنهایی راهی رو بره که زرتشت طی کرده. یعنی اون میاد و میگه به سخنان مهین گوش فرا دهید، با اندیشه روشن به آن بنگرید، میان این دو خود تمیز دهید پیش از آن که روز واپسین فرا رسد، هر کس به شخص دین خود اختیار کند. خیلی جالبه که در این بند به روشنی جایگاه خودش رو گفته. زرتشت خودش رو به عنوان کسی معرفی کرده که تونسته راه درست رو بشناسه و خودش رو انسانی میدونه که کامروا شده، ولی هیچ وقت نمیاد اون رو دیکته بکنه، هیچگاه نیومده اون رو مجبور بکنه کسی رو، بلکه میاد میگه شما خود بشنوید، خودتون الهام بگیرید و بعد با انتخاب و اختیار خودتون دینتون رو انتخاب بکنید. یعنی دین چیزیست کاملا شخصی، چنانچه ما میدونیم در معنای اصلی همون واژه دعنا یکی از اجزای پنجگانه بعد مینوی انسان ها بوده. در واقع ما مثل فروهر، مثل باد، مثل آینه، ما یک بود داشتیم به نام دعینا یا وجدان. حالا به وجدان تعبیر میشه، به اون هم این هم معنی هستش که چون ما تعریف دیگری نداریم برای ذهن امروزیمون به اون میذاریم. نزدیکترین مفهوم برای دعینا همون وجدان هستش، ولی شاید پیشتر از اون یک بودی بوده که در روان انسان جایگاه اخلاقی اون رو، جایگاه خردمندانه اخلاقی اون رو تعیین می‌کرده. وقتی که زرتشت چنین جایگاهی رو میگه، ما باید یک نکته‌ای رو ببینیم. مگه هر کس میتونه که خودش به تنهایی انتخاب بکنه؟ بله، خیلی راحته. اگر شما حتی به خیلی ساده به اطراف خودتون نگاه بکنین، میبینین که در خیلی موارد ما اصطلاح حسم به هم گفت، به هم الهام شد، ما خیلی راحت داریم از این اصطلاحات که استفاده میکنیم و دلیل اون این هستش که ما باور داشتیم که هر انسانی میتونه به صورت مستقیم یک رابطه‌ای رو با خدای خودش برقرار بکنه، حالا بسته به میزان خرد ورزیش و علاقه و تمایلش به کسب خرد در جهان این ارتباط قوی تر بوده، میزان شناختش بیشتر بوده. و زرتشت چه به عنوان یک شخص، چه به عنوان یک لقب برای فرد یا افرادی خردمند، در واقع یکی از کسانی بوده که تونسته این رابطه رو به طور تمام و کمال حفظ به دست بیاره، برقرار بکنه. شما اگر به مفهوم آفرینش نگاه بکنیم، یعنی خود واژه آفرینش رو که میبینیم، چرا ما این واژه رو برای انسان، برای پیدایش و در واقع خلقت انسان ها به کار میبریم یا هر چیز دیگری؟ علتش این هستش که این واژه در اصل و در ریشه خودش از واژه فری یا پری، فری باستانی و فری هندواروپایی اومده که در واقع این واژه به معنی دوست شدن و دوست داشتن هستش. و خیلی جالبه که واژه فرند انگلیسی که به معنی دوست هستش، امروز در واقع
همین واژه هستش. خداوند ما رو مثل یک دوست آفریده. و جالبه که ما وقتی که به متون کهن‌تر خودمون نگاه میکنیم کاملا این رو میبینیم. ما در متون هخامنشیان خیلی راحت داریم میبینیم که صحبت میشه، مثلا گفته میشه که داریوش میگه که اهورامزدا از آن من است، من از آن اهورامزدا هستم، من اهورامزدا را پرستیدم، اهورامزدا مرا یاری رساند. یعنی یک رابطه دو طرفه. یا جالبه که میاد گفته میشه که در یسنا هات نوسته گفته میشه که از مزدا برمی آید که او از برای آفرینش است، همانطور که آفرینش از برای اوست. خب این رابطه دو طرفه خیلی قشنگ در یکی از بندهای بندهش گفته شده که چرا این رابطه دو طرف است. یعنی این که به این معنا که خداوند هم در واقع مثل یک دوست به یاری ما نیاز داشته و این اصلا نه تنها چیز بدی نیست، بلکه دقیقا توجیه برای آفرینش هستش. در کتاب بندهش اومده که به هنگام یزش کردن یا آفرینش همه آفریدگان را بیافرید، در هنگام ستایش همه آفریدگان را بیافرید و با بوی و فروهر مردمان بسگالید، یعنی مشورت کرد. و خرد همه آگاه، نگاه کنیم باز هم خرد، و خرد همه آگاه را به مردمان فراز برد و گفت که کدام شما را سودمندتر در نظر آید، اگر شما را به صورت مادی بیافرینم و به تن با دروج بکوشید و دروج را نابود کنید. تمام شد. یعنی فلسفه آفرینش ما این هستش که با هر چیزی که پیشتر هم گفتم دروغ، نه به معنای دروغ گفتاری، بلکه هر چیزی که از راه راست منحرف میشه، میوه خراب، انسان گناهکار، زمین خراب، آب آلوده، گیاه پژمرده، تمام اینها دروغ رو شامل میشن و ما تنها جوری که میتونیم اون رو نابود بکنیم اینه که با تن تلاش بکنیم تا اونها رو به جایگاه اشراق یا درست خودش برگردونیم. شما را به فرجام درست و انوشه باز آرایم و باز شما را به گیتی آفرینم، جاودانه و بیمر، بیپیری و بیدشمنی باشید. یا شما را جاودانه پاسداری از اهریمن باید کرد. ایشان یعنی مردمان، خردوهر مردمان، بدان خرد همه آگاه آن بدی را که از اهریمن دروج بر خردوهرهای مردمان در جهان رسد دیدن و رهایی واپسین از دشمن پتیاره و به تن پسین جاودانه درست و انوش باز بودن را دیدن و برای رفتن به جهان هم داستان شدن. این فلسفه انسان هاست. در زاد سرم اومده که سومین شرط برای تحقق فرشگر این هستش. سوم همیار بودن آفریدگان با یکدیگر است و از همیاری همسپاهی و از همسپاهی پیروزی برداشتن باشد که خود فرشگر، یعنی دوباره نو شدن و زنده شدن است. پس فلسفه وجود انسان ها در جهان یک نوع دوستی با خداونده. خداوند دوسته، یک خداوند جبار قهاری نیست که بیاد و بدونه که یک نفر تنها کسی است که گناه نمی کنه به اون و اون رو جدا بکنه و ناعادلانه اون رو بر سر مردمان بنشونه و از اون بخواد که بقیه مردمان رو هدایت کنه و اگر اینقدر ناتوانه که خودش قادر نیست و همه مردمان رو چنانچه باید باشن، چنانچه مثل یک انسان دیندار در واقع باشند، بیافرینه، اگر اون پیامبر نتونه اونها رو هدایت بکنه، اونها رو به جهنم بفرسته، در واقع هم عدل و هم رحمت خداوند رو به زیر سوال ببره. اون میاد میگه انسان و خداوند در واقع یک رابطه دو طرفه و دوستانه دارند و به خاطر این دوستی بود که با خرد همه آگاه انتخاب کردن آفرینش رو، آفریده شدن رو. و در این میون وقتی که آفریده شدن شما که با دروج به جنگن، در این میون یک رابطه ای باید برقرار بشه. گاه ما نمیتونیم این رابطه رو برقرار کنیم و گاه میتوانیم. اگر میتوانیم مانند زرتشت خود میتوانیم این عمل رو انجام بدیم و زرتشت یک نمونه درست و حقیقی از یک انسان آگاه بود.
خب من فکر میکنم که گفتارهای شما انقدر دقیق بودش که من فقط میتونم بر اونها سر بگذارم. مهداد گرامی اگر شما بحث دیگری دارید. سپاسگزارم بانوی برجاوند و بسیار بهره بردم من از سخنان شما. به قدری این سخنان ژرف‌اندیشانه بود که من غرق سخنان شما شدم. بسیار سپاسگزارم. و شما اگر سخن پایانی ندارید برنامه رو به اتمام برسونید. میکروفونتون بسته است بگم. ببخشید. ممنون. نه مرساد گرامی، من فکر میکنم که ما باید به خود بیننده هامون فرصتی بدیم، در واقع نما هر انسانی و از جمله خود ما باید وارد متن دین بشیم. فقط این نکته که ما برای نمونه گاهی اوقات فکر میکنیم که خب اسلام دین خوبی نیست. حتی ما نمیدونیم که چرا خیلی اوقات اسلام دین خوبی نیست. خیلی از اونا که مخالفت میکنن صرفا به خاطر نمودها یا چیزهایی که از دیگران شنیدن. همیشه مطالعه بکنید، همیشه وارد متن دین بشین و متن رو مطالعه بکنید، چون اگر ندونید برای چی از یه چیزی رو میگردونید و وارد یه چیز دیگه میشید، این خودش یک نوع گمراهیه. شاید بتونید چیزهای خوبی در هر متن پیدا بکنید. و وقتی که برای نمونه خیلی اوقات گفته میشه که خب ما مسیحی میشیم به خاطر اینکه مسیح خیلی فرد خوبی بود، وقتی میگه که از یک سیلی رو بزنین روی دیگرتون رو هم بیارین که یک سیلی بزنین. یک چنین برداشتی رو از مسیحیت دارن و با همین وارد دین مسیحیت میشن، در حالی که برای نمونه وقتی ما به انجیل، حتی انجیل متا رو میخونیم، خیلی جالبه که گفته میشه، صراحتا گفته میشه که گمان نبرید که ما برای صلح آمده ایم، ما برای شمشیر آمده ایم. خیلی قشنگ این موضوع گفته شده. مگه میشه مثلا فرض کنیم که ما یا حتی دین زرتشت گفته میشه که هیچگاه از جنگ صحبت نشده، در حالی که ما در یسنا 31 بند 18 اگر اشتباه نکنم گفته شده که ما وقتی که به سرزمینتون حمله میشه با سلاح جنگ، با سلاحی که حالا از یک نوع فلز بوده، از خود دفاع بکنید. خب مگه میشه شما فرض بکنید تمام سرزمین ایران بیان و به صورت آرمانی و ناآگاهانه چنین باوری رو پیدا بکنن و حتی فرض کنید که زرتشتی بشن، فرض کنید در سمت شرق و غربش همه دارن حمله میکنن، میخوان سرزمین رو بگیرن و ما چنین برخوردی رو داشته باشیم. مسلماً چنین دیدگاه هایی ناشی از اینه که ما معمولا وارد بطن دین نمیشیم. همیشه دوست داریم چیزی رو به ما بگن و ما بشنویم و لذت ببریم و اون رو بپذیریم، در حالی که وقتی که ما میخوایم یک چیزی رو بپذیریم باید متن و کتاب رو بخونیم. امیدوارم که دوستان برن رجوع کنن، کتاب ارزشمند گاهان رو بخونن و شما خود زرتشت میگه خود انتخاب کنن. صحبت دیگری ندارم. سپاسگزارم. بله، بهترین گزینه که الان به شما اشاره فرمودید گزینش هست، گزینشی که با آزادی و اختیار کامل در آیین و جهانبینی زرتشتی برای هر مرد و هر زن به صورت برابر قرار داده شده. هر کسی میتونه گزینش بکنه، اجباری در کار نیست، بکن نکنی، بخور نخوری، این راه را برو، اون راه را نرو. و این گونه است که بر اساس خرد گزینش خواهند کرد. سپاسگزارم، بسیار بهره بردیم. امیدوارم که بتونیم در نشست‌های بعدی پیشگاه شما باشیم و به این جستارهای سودمند بپردازیم و امیدوارم بینندگان گرامی این برنامه هم از برنامه بهره کافی را برده باشند. تا برنامه دیگر، همگی شما دوستداران ایران و فرهنگ پربار ایران شهری را به یزدان پاک می سپاریم.
روز و روزگاران بر شما شاد باد، پاینده ایران. پاینده ایران بدرود.